درود به همه شما عزیزان، امیدوارم که حالتون خوب باشه. همونطوری که میدونید و در جریان هستید، مخصوصا کسانی که برنامه‌های ما در رستاخیز سیمرغ دنبال میکنه، ما اکثر موارد بسیاری از مطالبی رو که قرار اتفاق بیافته رو پیشتر تعریف کردیم، تحلیل کردیم و اطلاع رسانی کردیم و بعدش دیدید بعد از یک مدت زمانی بعضی از پروژه هاشون 2 ماه 3 ماه و بعضیا بعد از گذر 1-2 سال اتفاق افتاده و رخ داده، عیناً همون اتفاقاتی رو که ما قبلش اخطار دادیم. یکی از مهمترین مسائلی که میخوام در این ویدیو بهش اشاره بکنم، بی تفاوتی ما مردم ایران هستش که چرا ما مردم ایران اینقدر به دنیای پیرامون خودمون بی تفاوت شدیم. اگر بشنویم که یکی از مسئولین جمهوری اسلامی تروریستی که خاک کشور ما رو اشغال کرده 5,000 میلیارد تومان، 2,000 میلیارد تومان، 3,000 میلیارد تومان اختلاس کرده و غارت کرده و گذاشته رفته، اصلا برامون مهم نیستش. میگم خوب خوبی که حداقل 800 میلیارد یورو اختلاس نکرده، یا مثلا 24000 میلیارد تومان اختلاس نکرده. چرا ما اینقدر بی تفاوت شدیم؟ چرا نسبت به مرگ و میر اینقدر بی تفاوت شدیم؟ امروز رکورد ابطال شناسنامه ما مردم ایران توسط کرونا شکسته شده. توجه نمی‌کنیم که در اطرافمون چه اتفاقاتی داره رخ میده. هممیهنان ما برای گرفتن جنازه عزیزانشون باید برن تو صف‌های چند صد متری بیستن و طبق پروتکل‌های دوران کرونا برای دریافت هر یک جنازه فقط یک نفر حق داره توی صف بیسته. بنابراین شما ویدیوها و عکس‌ها رو ببینید که چه جمعیتی برای گرفتن جنازه عزیزانشون ایستادن، اما مردم ما متاسفانه بی تفاوت هستن. همینجوری بدون ماسک، بدون رعایت کردن پروتکل‌های بهداشتی وارد خیابون میشن، وارد مترو، اتوبوس و همه جا میرن میان، با توجه به اینکه میدونن جمهوری اسلامی اصلا دلش برای مردم ایران نمیسوزه. من نمیدونم چرا خود ما مردم ایران دلمون برای خودمون نمیسوزه. یکی از مهمترین مسائل این هستش که امروز شما شاهد هستید که بعد از گذشته یه چیز حدود 20 روز طالبان اومد مردم کشور آریانا رو یا همون افغانستان رو که هم تباران ما، هم میهنان ما، هم زبانان ما هستن و به خاک و خون کشید و کشورشون اشغال کرد. اتفاقی که بعد از 20 سال که طالبان گم و گور شده بود دوباره رشد کرد. خب ما این اخطار نزدیک به 2 سال پیش داده بودیم که طالبان دوباره داره شکل میگیره، داره رشد میکنه و قراره بیاد افغانستان رو نابود بکنه و برسوندش به حکومت اسلامی اهل تسنن. و این یک حکومت اسلامی معمولی نیست، چون مافیا برنامه و پلن دارن برای اون منطقه. قبل از اینکه صحبتامو ادامه بدم، بریم ببینیم ما در چه تاریخهایی این اخطارها رو دادیم و چه چیزهایی رو بیان کردیم. همه رو بخونیم، ویدیوها رو ببینیم و با هم برگردیم. به تاریخ ها خوب دقت کنید. دارم برای همتباران و همزبانان افغانمون. همونطوری که میبینید طالبان با حمایت جمهوری اسلامی و بسیاری دیگر کشورها، باز توسط جمهوری اسلامی، داره هممیهنان ما و هممیهنان شما رو در خاک افغانستان به خاک و خون میکشه. شما شاید به دلیل فقر مالی که سالهای سالها گریبان مردم افغانستان گرفته، مجبور بشید به خاطر چندر قاز برید با جمهوری اسلامی تبانی کنید، اما هممیهنان افغان ما، هم تباران عزیز ما، امروز وقت این رسیده که هم شما مردم افغانستان و هم ما مردم ایران در مقابل یک دشمن واحد که جمهوری اسلامی هست در کنار هم بایستیم. این رو مطمئن باشید، ما بعد از گذر جمهوری اسلامی و با رسیدن یک حکومت مردم سالار، این شرایط رو باید در داخل کشور اجرا بکنیم که شمایی که هممیهنان ما هستید، همتواران ما هستید، به راحتی با کلیه امکاناتی که مردم ایران دارن، شما هم بتونید در کشور ما زندگی بکنید. اگر حکومت آینده برای مردم ایران تصمیم میگیره که بهشون خونه بده، همشون رو بیمه کنه، بچه‌هاشون مجانی برن مدرسه، قطعاً شما هممیهنان و همتواران ما که در داخل ایران هم زندگی میکنید، باید دارای یک همچین امکاناتی باشید و از یک همچین رفاهی برخوردار باشید. امنیت، آسایش و آرامش باید برای شما باشه، چون ما یک ملتی هستیم که با ظلم مافیا از هم جدا شدید. بنابراین پیشنهاد میکنم
به شما همیهنان عزیزمون، به جای اینکه بنزین بریزید رو آتشی که جمهوری اسلامی برای ایران و افغانستان روشن کرده، از حمایت جمهوری اسلامی دست بردارید به خاطر چندرغاز پول و بیایید کنار مردم ایران و مردم افغانستان، دست به دست همدیگه از یک دشمن واحد با هم گذر کنیم. سلاحایی که امروز جمهوری اسلامی داره به طالبان میده تا مردم افغانستان رو بکشه، همون سلاحایی که داده دست شما تا مردم ایران رو بکشید. و چیزی که عوض داره گله نداره. اگر میخواهید این خونریزی در افغانستان تموم بشه، بیایید در کنار مردم ایران بایستید، دست به دست همدیگه از یک دشمن واحد که جمهوری اسلامی و آخوندها هستن گذر بکنید. عزیزانی که برنامه رستاخیز سیمرغ رو دنبال میکنن میدونن ما دو سال پیش مجموع برنامه هایی گذاشتیم در مورد طرح معامله بزرگ قرن و بسیاری از مسائل و مراحلی که این معامله و معادله در حقیقت باید انجام بشه رو اومدیم خیلی جلوتر از اتفاقاتش روزی که اتفاق بیفته اونا رو توضیح دادیم. متاسفانه الان باید یک خبر بسیار بسیار وحشتناک رو خدمت دوستان هموطنان عرض کنم، اونم اینه که در این مرحله از طرح معامله قرن مأموریت جدید جمهوری انگلستان آخوندی از طرف مافیا ایجاد اختشاش و جنگ داخلی و کشتار وحشتناک در کشور همسایه‌مون آریانا یا همون افغانستان، که جمهوری اسلامی مأموریت جدیدش اینه که نیروهای تروریستیشو که عراق رو ویران کردن، سوریه رو ویران کردن، یمن رو ویران کردن، لبنان رو ویران کردن و جاهای مختلف رو ویران کردن و ایران رو در حقیقت نابود کردن، این نیروها همه جمع شدن و در لباسی به نام لباس طالبان وارد افغانستان شدن و دارن کشتارهایی رو انجام میدن. مأموریتشون اینه که در افغانستان بعد از کشتارهایی که اتفاق میفته و رقم خواهند زد، یک حکومتی شبیه جمهوری انگلستان آخوندی در ایران، یعنی یک ولایت فقیه منتها این بار از نوع سنیش، در افغانستان به قول معروف روی کار بیاد برای پیشبرد ادامه سیاستهای همون مافیای جهانی با کارفرمایی موریانه قرنی که 80 سال پیش به خاورمیانه تزریق شد و در حال بلعیدن خاورمیانه. همونطوری که دوستان دیدید از ژانویه 2020 ما اخطار دادیم که طالبان داره رشد میکنه، ولی این اخطارها از کجا نشأت گرفت؟ ما از کجا متوجه شدیم؟ در اواسط یا اواخر دیما بود که سیستم های امنیتی یکی از کشورها، حالا یکی از نظامی هاشون، اعلام کرد که جمهوری اسلامی 100 هزار نیروی افغانی رو آموزش داده و انتقال داده به خاک افغانستان. خب اونجا مشخص شد که جمهوری اسلامی دوباره داره طالبان رو آموزش میده، تجهیز میکنه به تسلیحات نظامی، داره منابع مالی در اختیارش قرار میده و قراره در افغانستان یک اتفاقاتی رخ بدهد. در 20 فوریه 2020 دولت آمریکا در زمان دونالد جیم ترامپ و با امضای وزیر امور خارجش مایک پامپئو رفتن در قطر نشستن و با رهبران طالبان یک توافقنامه صلح امضا کردن که طبق اون توافقنامه صلح قرار شد نیروهای آمریکایی ظرف 14 ماه تمام نیروهاشون از آمریکا خارج بکنن و الباقی نیروهای باقی مانده افتاد مسئولیتش با جو بایدن، یعنی در واقع همون ترامپ شیردلی که یک سری از بیخردها و یک سری از خود بزرگ پنداران و خود دانای پندارانی که در به نام اپوزیسیون جمهوری اسلامی هوادار ترامپ بودن و میگفتن که ترامپ با بایدن فرق میکنه، ترامپ شیردله و ترامپ به داد مردم ایران میرسه، ترامپ به داد جهان میرسه، همون آقای دونالد ترامپ اومد امضا کرد و افغانستان رو در اختیار طالبان قرار داد و در طول 14 ماه نیروهای آمریکایی و متحدانش از خاک افغانستان خارج شدن تا اینکه کار طالبان به راحتی انجام بشه و طبق اون توافقنامه‌ای که داشت، شما شاهد بودید که طالبان به هیچ سفارتخونه‌ای حمله نکرد، مخصوصا کشورهای مثل آمریکا و اتحادیه اروپا، چون با هم دیگه مصالحه کرده بودن، سازششون کرده بودن. بنابراین شما شاهد هستید که از بعد از فوریه 2020 ما تمرکز بیشتری کردیم رو اخطارهایی که باید در رابطه با افغانستان بدیم و اینها رو اعلام کردیم. اما خب طبق معمول همیشه بدنی که ما با هیچ مافیایی که بر علیه کشورمون داره فعالیت میکنه طبق معمول این 43 سال سر سازش و مصالحه و همکاری نداریم، اجازه ندادن که صدای ما پخشه. از اون طرف هم یک سری فارسیدان ابله بیخرد دنبال یک سری حجیات بودن، مثل همبستگی با چپی و توده‌ای و هر کسی که تونستن، تجزیه طلب، فدرالیست‌ها و هر چی که تونستن، اومدن
بافتن و این صداهای ما به جایی نرسید. رسانه‌ها هم که همه دنبال منافع خودشون و منافع جمهوری اسلامی و مافیا هستن، چه رسانه‌های فارسی که وابسته به کشورهای خارجی هستن، چه رسانه‌های لس آنجلسی که اصلا اونها به دنبال براندازی و یا سرنگونی رژیم نیستن و فقط از حضور جمهوری اسلامی دارن کاسبیشون رو میکنن، دارن به تجارتشون میپردازن و تجارت خونی که از با خون مردم ایران راه انداختن یکی از لذیذترین تجارت‌های تلویزیون‌های لس آنجلسی و تلویزیون‌های وابسته به کشورهای دیگه است. در مجموع این اتفاقات رخ داد و کسی نشنید. در یک چنین روزی چند مطلب بسیار حائز اهمیت هستش. نخست این که همونطوری که شما شاهد هستید، همتباران همیهنان ما و مردم عزیز افغانستان با نام اصلی آریانا، چه در داخل ایران و چه در خارج از ایران، در کشورهایی که زندگی میکنن، تجمعات ضد طالبان، ضد جمهوری اسلامی و ضد آمریکایی گذاشتن. اگر ما میخواهیم که از جمهوری اسلامی گذر کنیم، بهترین موقعیت دست داده، بهترین فرصت هست و ما باید از دانش‌ها، از تجارب گذشتمون درس بگیریم و به کار بگیریم تا بتونیم از جمهوری اسلامی گذر بکنیم. در این شرایط بهترین کار اینه که همیهنان ما، تمام ما ایرانیان، شونه به شونه با مردم آریانا یا افغانستان هر جایی که تجمع دارن ما هم برگزار کنیم این تجمعات رو، در کنارشون باشیم، بریم با اونها هم صدا شیم. به دلیل اینکه اگر نیروی مردم آریانا و مردم ایران در یک جا جمع بشه، پتانسیلی رو خواهد داشت که هیچ کشوری نمیتونه جواب ما رو بده. متاسفانه دست زور و ظلم مافیا ما دو کشور رو از هم جدا کرده، اما ما همخون هستیم، همتبار هستیم، هممیهن هستیم. دشمن ما واحده. جمهوری اسلامی طالبان رو تجهیز میکنه مردم آریانا رو بکشن، جمهوری اسلامی لشکر فاطمیون افغانها رو تجهیز به سلاح، همون سلاح میکنه تا مردم ایران رو بکشن. بنابراین ما باید این کار رو انجام بدیم. اگر جمهوری اسلامی اپوزیسیون منسجم و اپوزیسیون کلاسیک داشت، در طول این 43 سال از بهترین فرصت‌هایی که دستش داده بود میتونست استفاده بکنه. از حضور جمهوری اسلامی در سوریه، در عراق، در لبنان، در یمن، در افغانستان و در حتی همین شرایط چند ماه گذشته از ارمنستان میتونست این اپوزیسیون، اگر میهن‌پرست بود، اگر قلب و مغز و سلول‌های بدنش به فکر نجات ایران و به فکر نجات مردم ایران بود، با اپوزیسیون واقعی این کشورها که با حکومت‌های مرکزیشون مشکل داشتن میتونستن متحد بشن و همصدا از یک دشمن واحد که جمهوری اسلامی و مافیای نگهدارندش بود گذر می‌کردن و این اتفاقات نه برای مردم عراق رخ میداد، نه برای مردم سوریه رخ میداد، نه برای مردم افغانستان، یمن و حتی برای ارمنستان هم رخ نمیداد و مردم کشور ما هم آزاد می‌شدن، ایران نجات پیدا می‌کرد، خاورمیانه رنگ آرامش رو میدید و دنیا در یک امنیت و آرامش به سر میبرد. امروز وقت این همبستگی رسیده که ما با حضورمون در تجمعات همیهنان افغان همصدا بشیم و این فریاد رو بزنیم که مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر طالبان، مرگ بر تروریست، مرگ بر دیکتاتور. ما طرح همبستگی بین اپوزیسیون واقعی جمهوری اسلامی با اپوزیسیون کشورهای مثل عراق و سوریه و لبنان و یمن و افغانستان رو در طرح سیمرغ طلایی داشتیم و داریم و امیدوار هستیم در این شرایط این پروژه اجرایی بشه تا همه با هم، مردمان این کشور، بتونن از حکومت‌های دیکتاتوری و خون‌آشامی که روی مال و جان و ناموس مردم این کشورها چنگ انداخته نجات پیدا کنن و منطقه و این کشورها به آرامش، امنیت و آسایش برسن. همیهنان و همتباران افغان ما در نظر داشته باشن که حساب مردم ایران از جمهوری اسلامی جدا بکنید. مردم ایران شما رو نکشتن. این دستوریه که جمهوری اسلامی داره میده. بنابراین ما باید حساب مردم این دو کشور را از حکومت‌ها جدا کنیم و دست در دست هم، شانه به شانه هم دیگه با هر دو اینها بجنگیم و قطعاً اگر ما مردمان این دو کشور در کنار هم باشیم پیروز خواهیم شد. اما مطلب دیگه که باید با همیهنان خودم در ایران بیان بکنم، شما مطمئن باشید تا چند وقت دیگه و به زودی شاهد این خواهید بود که بمب‌گذاری در اماکن عمومی رخ خواهد داد، انفجار در لوله های انتقال گاز، لوله های انتقال نفت، لوله های آب، در کارخانه های مهم صنعتی آتش سوزی راه خواهد افتاد، در انبارهای بزرگ آتش سوزی راه خواهد افتاد،
در معابر عمومی شما شاهد خواهید بود که مردم عادی که دارن دنبال یه لقمه نون 2000 پول میگردن به رگبار میبندن، باز دوباره سینماها رو به آتش خواهند کشید و به هیچ کس از کوچک و پیر و بزرگ و جوان رحم نمی کنن. جمهوری اسلامی این کارها رو میکنه. جمهوری اسلامی، نیروهای سپاه تروریستی میان این کارها رو در خیابانهای ایران انجام میدن، اما طالبان تروریست مسئولیتش رو قبول میکنه که خواسته باشن مردم ایران رو بترسونن. جمهوری اسلامی میخواد با این ترفند مردم ایران رو بترسونه و بگه که بشینید سر جاتون که اگر جمهوری اسلامی سرنگون بشه، سقوط بکنه، قطعاً طالبان میاد و یه همچین بلاهایی رو سر تک تک شما خواهد آورد. مطمئن باشید این نقشه شومشون نمیتونه اجرایی بشه و مردم دیگه اون ترس رو ندارن، چون یک تجربه ای رو ما داریم از سال 59 به بعد. جمهوری اسلامی رقبای سیاسی خودش رو به بهانه‌های مختلف حذف کرد، با بمب‌گذاری، با ترور در خیابان‌ها، با سم، با هر چیزی که تونست از دور خارج کرد و شعبه دوم جمهوری اسلامی در خارج از ایران، یعنی سازمان مجاهدین خلق، مسئولیت اون رو پذیرفت و امروز این مسئولیت به طالبان داده شده به خاطر اینکه مردم بترسن فجایعی که 20 سال پیش دیدن طالبان در افغانستان انجام داد، در وسط استادیوم فوتبال سر بریدن، آدم کشتن، آتش زدن آدم ها رو و مردم ایران رو بترسونن. همینان عزیزم شک نداشته باشید اگر این اتفاق رخ داد، جمهوری اسلامی داره این کار رو انجام میده. داعش، جیش العدل، حشد الشعبی، القاعده، طالبان، هیچ کدوم از اینا مانند جمهوری اسلامی تروریست و خطرناک نیستن و جمهوری اسلامی همه اینها رو ساپورت کرده با حمایت کشورهای قدرتمند مثل آمریکا و اسرائیل و انگلستان و اتحادیه اروپا. همه اینها در جریانن و میدونن دارن چیکار میکنن. بنابراین مردم نترسید و فقط الان بهترین زمان هست که با یک نگاه استراتژیک به اتفاقات، با مدیریت زمان و مدیریت جغرافیایی، چه در ایران چه در آریانا، خواسته باشیم متحد بشیم، از این بحرانی که پیش اومده در خاک ایران، کرونا در آریانا، طالبان دارن نسل کشی انجام میدن، این بحران رو تبدیل به یک فرصت طلایی بکنیم برای گذار از یک دشمن واحد. پاینده ایران بزرگ، تا ابد جاوید جان.